بفرمایید. سلام، از قاب عکس فرح تماس میگیرم. بابت همون عکسی که خواسته بودید قاب بگیرید. آقا حتما همونطور که خواسته بودم قاب بگیرید. کاملا همونطور که دستور داده بودید. فقط آدرس رو بفرمایید. باشه، لطفا یادداشت کنی. ممنون خانم. میشه خواهش کنم با احتیاط بیاریدش؟ عکس عروسیمه. با احتیاط میاریم. نگران نباشید خانوم هودا. ممنون. خانوم هودا. خوشت اومد نه؟ منم خوشم میاد وقتی خانوم هودا صدات میکنه. خانوم زویا هودا. خب من میخوام اون عکسو از روی دیوار بردارم. زویا اینجا اتاق خودته، هر کاری میخوای بکن. ممنون. زویا! چی کار میکنی؟ دارم نجاتت میدم دیگه، داشتی میافتادی، خب میخواستم بگیرمت. ولم کن. نه. ولم کن. مانگال سوترات منو خیلی بیشتر از خودت دوست داره، یادت باشه. با این مانگال سوترات دیگه با من گره خوردی تا ابد. بهت گره نخوردم، انتخابت کردم، فهمیدی یا نه؟ فهمیدی؟ جواب بده آدیتیا هودا، چرا ساکت شدی؟ حرف بزن دیگه. دیده باباش اومده ساکت شده. نه ببخشید، بدون در زدن اومدم تو اتاق تو. نه چیزی نیست، خواهش میکنم. من میرم. نه زویا تو بمون، من میرم. عادی جواب اون سوال زویا رو بده، به خاطر بابات این کارو بکن. دخترم راستی با تو هم کار داشتم، اینا برای تو گرفتم سریه. الان میبینم، ممنونم. سلیقتو نمیدونم اما امیدوارم خوشت بیاد. بابا این ساری خیلی قشنگه، چه رنگ خوشگلیه. راست میگی دیگه، اصلا همین امشب این ساریو میپوشم، اون وقت شاید باور کردی. خدا حفظت کنه. ممنون. کی فرستاده؟ اسم ننوشته ولی سفارش از اینجا بوده. ممنون. آبی چیزی میل نداری؟ نه آقا. وای، کی اینو فرستاده؟ آرجون ببین، ازت ممنونم. چرا؟ اینقدر متواضع نباش دیگه، وانمود نکن خبر نداری برام کادوی عروسی فرستادی. خیلی خوشم اومد. ولی واقعا چه قاب خوبی داره. ممنونم. شاید یادت رفته که منو عروسی دعوت نکردی. من این عکس رو نگرفتم. ولی خب بازم تبریک میگم. ممنونم. از اولم میدونستم کار تو نیست. حتما بابا فرستاده. آره کار باباست. بابا مطمئن. آره. بابا خیلی دوستت دارم. منم دوستت دارم. ممنونم ازت بابا جو. وای عجب عکس قشنگی شده. آره دیگه، هر کاری که تو میکنی بهترینه. آره دیگه، ما اینی. اگه تو فرستاده باشی یعنی خوبه دیگه.
آره چرا باید باشه؟ نه منطقه مسئله اینه که من نفرستادم پسرم. وقتی بابا تو عروسی دعوت نمی کنی کادو هم انتظار نداشته باش. مگه نارجو؟ دقیقا. آره بیا بریم. با مزه بود. میدونم هر کی فرستاده ازش تشکر کن. باید بفهمم کی فرستاده. یعنی کی فرستاده؟ زویا. بله اومدم. برات یه غافلگیری دارم. بیا. چی؟ خودم هم از دیدنش غافلگیر شدم. ببین خیلی قشنگه نه؟ واقعا عکس قشنگیه. من یه مشکلی هست، من اینجا از تو خیلی بهتر افتادم. هر کی این عکسو میبینه میگه زویا چقدر شانس آورده. ناراحت نشی. این عکس خیلی کار ایشیتاست. آها آرجون سفارش نداده، بابا هم که سفارش نداده، واتسال هم که به فکرش نمیرسه، پس کار ایشیتا بوده. ایشیتا خیلی قشنگه. وای بیا یه کاری کن. زنگ بزن ازش تشکر کن. باشه؟ چه فکر خوبی. زود باش گوشیو بده من. بیا بگیر زنگ بزن ازش تشکر کن. بیا زنگ بزن دیگه. چی شد؟ تو اینو سفارش دادی زویا؟ من خیلی کار دارم. تو اینو سفارش دادی؟ پس چرا بهم نگفتی؟ چرا بهت نگفتم؟ میدونی غافلگیری یعنی چی؟ خرابش کردی، حال منم خراب کردی. باشه حالا حالتو خوب میکنم. معنی غافلگیری رو میدونم. برای تو هم یه غافلگیری دارم. صبر کن. چیه؟ این کادو برای تو. این چیه؟ بازش کن ببین. هفت عهدمونه. آره اینو قراره بزنیم به دیوار اتاقم، چون میخوام همیشه عهدامونو به یاد داشته باشم. میخوام بهشون عمل کنم و هیچ وقت نشکنمشون. منم همیشه بهشون عمل میکنم. آدیتیا این خیلی کادوی خوبی. خیلی خب بیا اول بریم عکس تو رو بزنیم به دیوار. بعدش هم اینو. این یکی رو کجا بذاریم؟ جا نداریم که. زویا! زویا نجاتم بده، دارم میافتم، کمکم کن زویا! چرا میخندی؟ تو افتادی من نجاتت دادم، به این زودی زدی زیر قولت؟ آقای هودا، بهت قول نداده بودم تو نقش بازی کردن کمکت واقعا کنم. واقعا افتادم، واقعا دردم گرفت، اینجا رو ببین، الان کبود میشه، ای خدا. جعبه یه کمک های اولیه کجاست؟ بگو ببینم کجاست؟ بذار من یه لحظه برم یخ بیارم و بیا. چیه؟ زویا اگه نبودی من چی کار میکردم؟ هم سرم میشکست هم دلم. ولش کن من برم یخ بیارم. چطوری ولش کنم؟ عهد کردم تا آخر عمرم پیشت بمونم، چطوری بذارم بری؟ زویا
واقعا ببخشید. اگه چیزی باشه که من باید ولش کنم، اون گذشتمه. ببخشید، نمیدونستم این عکس هنوز اینجاست. نه آدیتیا، برای چی معذرت میخوای؟ پوجا قبل من تو این خونه بوده، اونم حق داره. حق داشت، دیگه نداره. دیگه این خونه و این اتاق متعلق به توه تا ابد. معذرت میخوام. نور، همه وسایلش این توه، لطفاً بده بهش. نور، نور خواهش میکنم یکم درک کن. چند روز هی بهت زنگ میزنم میخوام برات توضیح بدم، ولی تو اصلا جواب نمیدی. بسه آرجون، لازم نیست چیزی رو توضیح بدی. من نمیخوام هیچ توضیحی بشنوم، نمیخوام باهات حرف بزنم. خب نور، تو اگه از من عصبانی چرا منو تنبیه نمیکنی؟ به چه حقی آرجون؟ به چه حقی تنبیهت کنم؟ به چه حقی از دستت عصبانی باشم؟ میدونی آرجون، دیگه هیچی بین ما دوتا باقی نمونده. هر چیزی هم که باقی مونده بود تو تمومش کردی. نور لطفاً، نور تو وضعیت اون ماشینو ندیدی. اگه دیده بودی میفهمیدی که من اون موقع چه حالی داشتم. نور، من واقعا ترسیده بودم. نور، من ترسیده بودم که داداشم مرده باشه. مطمئنم اگه خواهر تو هم جای داداش من بود، قطعا تو هم این کار رو انجام میدادی. من مطمئنم که این کار رو میکردی. ببخشید آرجون، ولی خب اگه بدترین شرایط ماشینم دیده بودم، باز من هیچ وقت تصمیم نمیگرفتم مامان بابا تو بفرستم گوشه زندان و اینطوری ناراحت ببینمت. نور، حداقل به خاطر خواهرت. بهش بگو که اون دیگه خواهر من نیست. زن داداش زویا؟ الان میام. بله. نور اومده بود، برات این چمدون رو آورد. این خوب اینجا نموند، حتما سرش خیلی شلوغه. ببخشید صدات نکردم. از دستم عصبانی. از بچگی خیلی لجباز بود. فقط ناراحتم که به خاطر من بین شما دوتا اختلاف افتاد. نه، اینا همش تقصیر من بود. تو و داداش همدیگر رو دوست دارین، حق دارین که با هم خوشبخت زندگی کنین. تو هم حق خوشبختی و عشق رو داری. و آرجون، من امیدوارم که خوشبختی و عشق دوباره به زندگیت برگرده. زویا، ممنونم که به جز زن داداش بودن داری برام خواهری میکنی. منم باید ازت تشکر کنم، چون تو فقط برادر شوهرم نیستی، برادر کوچیکمی. زویا، زویا، خوشگل بودن جرم حساب نمیشه، ولی این همه خوشگلی آدمو به کشتن میده. میشه لطفاً انقدر بهم زول نزنی؟ چطوری تمومش کنم؟ چرا تمومش کنم؟ ببین، زول زدن به تو هم حق منه، هم وظیفه منه. پس بذار به وظیفه‌ام عمل کنم. بذار زویا. نکن، بذار آماده شم. ببین مامان تو مراسمو گرفته که توش همه خانوما هستن. بیا بذار برای آخرین بار اذیتت کنم. چی؟
کاملا شبیه تازه عروسه شدی. خیلی خوب گوش کن، اگه اجازه بدی من برم و یه دوش بگیرم، از باشگاه اومدم خیلی بو میدم. لطفاً برو، زود باش. بفرمایی تو خانه اوم آب میفه؟ بذارش همینجا. انگار تدارکات مراسم معرفی عروس داره خوب پیش میره. هنوز نفهمیدی که راه فراری نداری زویا. هر کاری که میگم انجام بده. کی این پیام رو میفرسته؟ کی؟ شوخی نمی کنم، این آب میوهی که جلوتر رو بخور. وگرنه پدر شوهرت به خواب عمیقی فرو میره زویا. سری آب میوه رو بخور. خیلی خوب خانم هودا، آماده مراسم هستی؟ باور کن که قرار حوصلت خیلی سر بره. از صبح تا حالا داشتن آماده سازی میکردن. زویا، یکی از دوستام داره میاد، من دارم میرم پیشش. اگه دلت میخواد میتونی با من بیای، بی خیال مراسم شو، مشکلی نداره. مجبورم انجامش بدم آدیتیا. زویا چرا یه جوری حرف میزنی انگار کسی مجبورت کرده؟ یعنی خب رسمه دیگه، باید انجامش بدم. فقط به خاطر تو انجامش میدم، نه چیز دیگه. فقط به خاطر تو. چی بگم؟ کاش میتونستم پیشت باشم، ولی فقط خانوما رو راه میدن. پس مجبورم برم، ولی نزدیک خونه میمونم. باشه؟ موفق باشی. تو عهد کردی همیشه آدیتیا رو حمایت کنی توی هر شرایطی. ببین، از قولایی که دادیم مدرک دارم. اگه یادت بره وظیفه من یادآوری همه اینا به توه. پس حواستو جمع کن و هر کاری که میگم انجام بده. وای خدای من، بی خیال دیگه. سلام خوشتیپ، سب کن. سلام خاله جان. سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. البته که هست. دل اون همه دختر رو شکستی. باید هر جور شده از اینجا فرار کنم.
ممنون. خب قهرمان، کجا فرار میکنی؟ چه سری نامزدی و ازدواج کردی، نه پیغامی نه زنگی، حالا هم نمیخوای به همون شام بدی؟ آره شرمنده که ناراحتتون کردم. بریانی عروسی رو از دست دادی، زرنگ شدی. شوخی میکنم، لطفا جدی نگیرین. حالا دیگه باید برم، لطفا زویارم اذیت نکنین باشه، وگرنه اون موقع شوخی ندارم. آنجانا تو آب دیدی؟ البته که فعلا دلش به دنبال تور عروس وصله. مردا همشون روزای اول اینجوری هن. دنیا جوری شده که مادر جونشم برای بچهش بده، تا عروس میاد مادر کلن فراموش میشه. این نصیحتو بشنو آنجانا، اجازه نده آرجون از دستت بره. من میرم چای و خوراکی رو آماده کنم، زویا داره میاد. عروست خیلی ما رو منتظر نذاشته؟ راستش من نمیخواستم اصلا مراسم بگیرم. ببینید، شما اومدید و منتظر نشستید ولی خانم هنوز پیداش نشده. حالا دیگه تو خونه خودم حرفم خریدار نداره. عروسی که براش این همه مراسم گرفتیم خونه نیست. اصلا میدونید، حتی از خودشم نظر خواستم، نمیدونم. اصلا نگران نباشان جانا، بیا خودمون یه دوره همی داشته باشیم، نه؟ یکم خوش میگذرونیم تا زویا بیاد، بعدم به اون یه درس حسابی میدیم. کی میخواد به کی درس بده؟ نمیخواستی ما رو ببینی یا مشکلی پیش اومده بود که اینطور منتظرمون گذاشتی؟ اومدم ببینم اتون، میخواستم ببینم اتون. سلام 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 سلام. آه حالا بگی چی شده، خیلی حرف میزنید. ور 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 ور، سرتون درد نگرفته که این همه حرف میشنوی؟ حالا چرا ناله میکنین ها؟ نگه اینقدر حوصلتون سر رفته، خب پاشین از اینجا بریم بیرون دیگه، در بازه. بس زویا، اینقدر مزخرف نگو. اگه آدی اینقدر لوست کرده به این معنی نیست که بتونی به دوستای منم بی احترامی کنی. خودت تمومش کن. تو طرف دوستاتو میگیری که به من توهین میکنن؟ آره چی فکر کردی؟ من مثل عروسایی تو سریالم که ساکت به حرفت گوش کنن؟ آره من گوش نمیکنم اصلا. خفه شو. من حاضر جوابم، جواب همه تونو میدم، حالا گوش کنی. تمومش کن زویا. خودت تمومش کن. نه راستش باید هممون حرف زدن رو تموم کنیم، بریم آواز بخونیم و بگردیم. برای همین اومدید دیگه مگه نه خالای گوگولی من؟ خیلی قشنگی زویا. عروست دیوونه است یا حالش خوب نیست؟
من نمیدونم این عروسی چطور شکل گرفته. ما فکر میکردیم یه عروسی باهوش و مهربون و کارآفرین آوردی، ولی اینکه یه تختش کمه. صبر کن آدی، من اعتراضی ندارم که عروسی دعوتمون نکردی یا بهمون هیچ خبر ندادی، ولی یه سالم نشده که زنت مرده بعد دوباره ازدواج کردی؟ تازه این دختر رو انتخاب کردی که به ما و مامانت بیادبی میکنه؟ باورم نمیشه، باورم نمیشه چطور تحملش میکنی؟ آدی، تو دیگه آدی قدیمی نیستی. اگه مثل قبلم بودی اصلا این چیز رو تحمل نمیکردی. ولش کن، نمیخوام چیزی بشنوم، فقط میخوام تو خونه بمونی. اگه زنت نمیتونه با دوستام کنار بیاد مشکلی نیست، دوستای جدید پیدا میکنم. اشکالی نداره که به دوستام توهین کرد، اشکالی نداره که زنت با اون حال بد اومد تو مراسم معرفی عروس. من فقط نمیخوام هیچ مشکلی بینمون باشه. من از طرف دوستام معذرت میخوام. دیگه چه وضعشه؟ واقعا ناامیدمون کردی. این کارا یعنی چی؟ دعوتمون کردی که بهمون توهین کنی؟ همچین عروسی آوردی خونه؟ ما دیگه پامونو اینجا نمیذاریم. بیایید بریم. اگه زنت نمیتونه با دوستام کنار بیاد مشکلی نیست، دوستای جدید پیدا میکنم. اشکال نداره به دوستام توهین کرد، هیچ اشکالی نداره. اشکالی نداره که زنت با اون حال بد اومد تو مراسم معرفی عروس. فقط نمیخوام مشکلی بینمون باشه. من از طرف دوستام معذرت میخوام. زویا، نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. اصلا چطور شد؟ تنها چیزی که میدونم اینه که تو اشتباهی نمی کنی. نگران نباش، من پیشتم. با هم دیگه با این مشکل روبرو میشیم. منم به عهدی که کردیم عمل میکنم. زویا، اگه مشکلی پیش بیاد اول باید از رو جنازه من رد بشه. حتی اگه مرگ بیاد اول باید منو با خودش ببره. اگه زمین خوردی و کمک خواستی من همیشه پشتتم. هیچ وقت دست تو رها نمی کنم زویا، همیشه حمایتت می کنم.
آدیتیا، نمیدونم چطوری بهت بگم. خودمم نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. آخه به تو چی بگم؟ لطفاً منو ببخش. منو ببخش. هر کسی که هست خونمونو زیر نظر داره. چطوری اینو برای توضیح بدم آدیتیا؟ با کی حرف بزنم؟ مامان بابا، اینو به کی بگم؟ نمیدونم. نور دخترم، اومدی؟ زویا رو دیدی؟ حالش چطوره؟ خوب بود مامان. حال زویا خوبه. خیلی خوشحاله. با اینکه ندیدمش، ولی میدونم که حالش خیلی خوبه. اگه حالش خوب نبود، تصمیم به این بزرگی رو نمیگرفت. ولی دخترم، چرا زویا رو ندیدی؟ زویا خواهرته. تا در خونش رفتی و خودشو ندیدی؟ چرا این کارو کردی؟ مامان، رفتم در خونشون چون بابا دیگه نمیخواست وسایل زویا رو توی این خونه ببینه و جلوی چشاش باشه. منم بردمشون. تحت هیچ شرایطی نمیخوام با دیدن زویا دل بابا رو بیشتر از این برنجونم مامان. آخه چطوری اینطوری شد؟ زویا که اصلا نوشیدنی نمیخورد. درسته. نمیدونم کی داره این کارا رو میکنه و چرا و چطور این اتفاقا میفته، ولی میدونم یکی داره زویا رو مجبور میکنه. آخه کی همچین کاری میکنه؟ نمیدونم آرجون، ولی هر کی که از دلش نمیخواد مامان زویا رو بپذیره یا حتی یه ذره میونه یه بین مامان و زویا خوب بشه. زویا داره نهایت سعیش رو میکنه، ولی یه نفر میخواد بینشون قرار بگیره. داداش، ما باید بفهمیم اینا کار کیه. دقیقاً. زویا لطفاً جواب بده. در دسترس نیست. به آدیتیا زنگ میزنم. گوشی آدیتیا هم در دسترس نیست. خدا میدونه تو زندگی بچه هم چه خبر شده. با گریه کردن چی حاصل میشه آخه؟ میدونم نمیتونم چیزی رو عوض کنم. برای همین گریه میکنم که خودم آروم کنم. دیگه چی کار میتونم بکنم؟ وگرنه پسرم دست زنشو میگیره و از این خونه میره. مامان لطفاً ازت خواهش میکنم با احساساتمون بازی نکن. لطفاً گریه نکن مامان. آدی، حتما خودت هم میدونی کاری که زویا کرده اشتباه بوده. کی تو همچین مراسمی نوشیدنی میخوره؟ بابا اون اصلا همچین کاری نمیکنه. تو که میشناسیش. امروز که حلواشو میخوردی میگفتی مثل دخترته. یعنی یه ذره هم به دخترت باور نداری؟ آدی، چرا این اتفاق افتاد؟ برای من مهم نیست، ولی به دوستام توهین شد. زویا اونطوری با اون حال اومد پیش دوستام، کلی خجالت کشیدم و حالا فیلماش داره تو اینترنت پخش میشه. اگه آبروی اسم هودا بره چی؟ ببینم آدیتیا، تو آبروی خانوادت اصلا برات مهم نیست؟ افتضاح به بار اومد. بابا من معذرت میخوام، مامان معذرت میخوام. میدونم این اشتباه از سمت زویا نیست. من از طرف اون از شما تمنای بخشش میکنم. من نمیتونم کاری کنم بابا. میدونم یکی داره زویا رو مجبور میکنه. چی؟ چی میخوای بگی آدی؟
یعنی یکی از امزویا رو چیز خور کرده که خودشو مسخره کنه؟ ببخشید ولی دیگه داری زیادی بزنت حق میدی. به جای این کارا اشتباهشو بپذیر. به این سرعت از دختر تبدیلش کردی به زن من بابا؟ نودلم دو دقیقه‌ای به این زودی نمیپزه. ای بابا تمومش کن آدی، همه مدارک واضح جلومونه. بابا چه مدرکی؟ اینجا خونه است نه دادگاه. میخوای خونه رو تبدیل به دادگاه کنی؟ وایسا. جانم خاله. آرجون پسرم، میخواستم با زویا صحبت کنم ولی در دسترس نیست. میتونی بگی با هم صحبت کنه یا گوشیو بهش بدی؟ زویا اشتباه کرده آدی، اصلا هم قابل بخشش نیست. خانه من بعدم بهتون زنگ میزنم. زویا اشتباه کرده آدی، اصلا هم قابل بخشش نیست. زویا زویا این آب میوه رو خورده بود. کی اینو فرستاده؟ آدی، ویکتور بوده. پس کی؟ نه مامان، نپرسیدم کی درست کرده، گفتم کی فرستاده. منظور چی آدی؟ منظور خاصی ندارم ماما، نمیخوام نمایش احساسی را بندازم، حتی نمیخوام ازش دفاع کنم مامان، فقط حقیقت رو میگم. بابا ببین توش چیزی هست یا نه. راست میگه، انگار یه چیزی قاطی شد. من نمیدونم کار کی بوده. مامان من میدونم، میدونم که نمیدونی کار کی بوده، ولی چطوری باور کنم؟ چون اگه مدرکی داریم باید انگیزش هم پیدا کنیم، مثل همون انگیزه‌ای که به خاطرش بابای زویا رو فرستادین زندان. حالا ببینیم کی این انگیزه رو داره که زویا رو وادار به این کارا کنه و آزارش بده. کی از زویا خوشش نمیاد؟ شما مامان. حالا خوبه شما رو مقصر بدونم؟ بگم کار شما بوده؟ بگم شما زویا رو وادار کردین؟ رازهای پنهان.